به نام خدای مهربان، عرض سلام و احترام، وقت بخیری و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که همیشه خوب صحت مند باشید و از بدی ها در امان خداوند بی نهایت مهربان. بسیار زیاد خوش آمدین باز در یک برنامه دیگه ما و با یک خبر جدید از بوشهر ایران برای مهاجرین افغان یا به گفته خودشان اتباع غیر مجاز آمدیم. در بوشهر ایران محدودیت های تازه به حضور و فعالیت مهاجرین وضع شده است. مقام های بوشهر ایران در سه شهر این ولایت ممنوعیت های تازه را برای مهاجرین افغانستانی وضع کرده است. خبرگزاری اسنا ایران روز یکشنبه به نقل از راضیه علیپور مدیر کل اتباع خارجی و مهاجرین در بوشهر ایران گزارش داده که شهرهای گناوه، دیلم و اسلویه جزء مناطق ممنوعه هستند و ورود، اسکان و اشتغال مهاجرین در این شهرها شدیداً ممنوع شده است. علیپور همچنان یادآوری کرده دوستای عزیز و ایره در یکی از ویدیوهای خود گفته که حتی مهاجرینی که اتباع هست، یعنی کارت داره، شناخت کارت داره، حتی برای اونا باید اسکان داده نشوه و همچنان اشتغال و کار داده نشوه و مسکنی که به اونا داده شده از طریق صاحب خانه یا از طریق صاحب اجاره خانه همراه اینا برخورد قانونی صورت میگیره. اونها طلب میشه در گفته خودشان که در امو پاسگاه یا در حوزه یک ما شما میگیم در حوزه طلب میشه و از طریق از اینا اخراج میشه. متاسفانه خب او افزوده که این ممنوعیت حتی بالای مهاجرینی که اسناد اقامت در این کشور را دارن نیز وضع شده و در صورت شناسایی این مهاجرین بازداشت و اخراج خواهند شد. اینی را دوستای عزیز خبرگزاری رادیو آزادی نشر کرده، یعنی آیسنای خود ایران نشر کرده، یک چیزی معتبر است. این تو نیست که ما بگیم از جاهای غیر معتبر شنیدیم و برای شما از آن نقل میکنیم. متاسفانه جای معتبری شنیده شده است. مدیر کل اتباع خارجی و مهاجرین گفته که در سال گذشته چندین مرحله از این طرح اجرا شده و بیش از 26 هزار نفر در این روند از بوشهر ایران خارج شده و سال روان نیز این روند به گونه مستمر و با مشارکت نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر دستگاه‌های ضرب ادامه خواهند داشت. همچنان دوستای عزیز، متاسفانه خبری بسیار بدی دیگه ای که ما شنیدیم او ای است از جای دل که در بوشهر ایران گفته اگر اتباع که این همین مردم مهاجر افغانستانی را اتباع میکنه، اتباع غیر مجاز، اگر اتباعی در اونجا دستگیر شوه زندانی، قید و محاکمه خواهد شد. متاسفانه در یکی از خبرگزاری‌های بسیار معتبر ایران هم آمده است که اگر اتباع غیر مجاز افغانستانی یا معمولا سر افغانستانی هاست دیگه، بیشتر بقیه کشورهای دیگر کار گرفته نمیتونه، همین اتباع غیر مجاز افغانستانی اگر حتی کسایی باشه در بوشهر که اینا اسکان داشته باشه و کارت هویت هم داشته باشه، این هم شناخت کارت ایران هم گرفته باشه یا برگه سرشماری هم داشته باشه، متاسفانه اینا در قدم اول در پاسگاه برده میشه و در آنجا شناخت کاردشان ازشان گرفته میشه و بعد متاسفانه همراه اینا گفته برخورد صورت میگیره که اینی برخورد را سه گونه اعلان کرده از آیدیل. اول برخورد اینا جریمه میشه که تا به حال ما به شما اخطار داده بودیم، چرا به اخطار دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران گوش نکردین و از کشور خارج نشدین، به خاطر این میزی اخطار شما جریمه میشین، جریمه نقدی. دوما اینا رو گفته که حتی محاکمه هم شوه، که حالا محاکمه از اینا معلوم نیست و اینا فقط گفته محاکمه، معلوم نیست که محاکمه به زندان بکشه متاسفانه یا این محاکمه دوباره هم اخراج است. خودشان در گزینه سوم اخراج را برای ما و شما و برای مهاجرین افغانستانی متاسفانه پیشنهاد کرده. کسایی که در بوشهر زندگی میکنم، من بسیار کوشش کردم که همراه اونا تماس بگیرم ولی متاسفانه نتونستم. فقط در حدود از این که من تونستم همراه از اونا در مسیج تماس بگیرم و اونا این خبر را متاسفانه تایید کردن که بله این همیتی یک گفتگویی شده، ولی تا به حال را ندیدیم که صورت گرفته باشه و مهاجر رد کرده باشه، ولی به تازگی را اعلان کرده. قسمی که شما از جای دل در خبرهای قبلی هم شنیدیم، متاسفانه سکندر مومنی وزیر داخله و وزیر امور داخلی ایران هم اعلان کرد که تا پایان سال خورشیدی امسال را حدود 2 میلیون اتباع غیر مجاز افغانستانی را به کشور خودشان برخواهد گردان و این طرح را طرح ضربتیات کرده، طرحی که حتما گفته به او عمل خواهیم کرد. از جای دل بخیر سلامت باشین، در هر جایی که هستین مواظب خود باشین. آنچه برای ما و شما مهم است صحتمندی، سلامتی و
همچنان یک زندگی خوش است. متاسفانه مهاجرت در هر کشور باشد، مخصوصا در کشور ایران، زیاد جای خوشی نداره و اینال قیدگیری به حد اکثر خود رسیده. بخیر، سلامت باشید، مواظب خودتان باشید. هدف از این خبرگزاری هایی که ما برای شما میگیم اینمیست که شما از دل با خبر باشید و مواظب خودتان، فامیلتان و کسایی که در بیرون گشت و گذار داره یا کارشان در بیرون است، متاسفانه مواظب از اونها حتما باشید. خدا نگهدار.